سلام خوش اومدین به 98 امین شماره از روزنامه ای توپ امروز جمعه 25 فروردین ماه به رسم همیشگی خبرهای مهم روز فوتبال ایران رو کنار هم مرور میکنیم ممنون از اینکه توپ رو انتخاب کردید برای اینکه هر روز در جریان اخبار و اتفاقات فوتبالی قرار بگیرید میتونید سابسکرایب کنید و بعد روی زنگوله بزنید تا از انتشار ویدیو مطلع بشید در انتها هم اگر از ویدیو لذت بردید یادتون نره با لایک و نظراتتون ما رو همراهی کنید رونالدو بیرانوند این بار در آسیا شاید مهمترین و حساسترین پنالتی که علیرضا بیرانوند موفق به مهار اون شده ضربه کریستیان رونالدو ستاره پرتغالی فوتبال جهان در جریان رقابت جام جهانی 2018 روسیه باشه لحظه ای که تقابل این دو چهره رو به صدر اخبار روز جهان برد حالا در بین فضای مجازی همه جا صحبت از احتمال برخورد در نصر عربستان با پرسپولیسه. تقابلی که به معنای رویارویی مجدد کریس و علی بیرو خواهد بود تقابلی که میتونه باز هم توجهات رو به خودش جلب کنه استقلالی ها نگران حضور ساپینتو در دربی استقلال در دربی دربی بزرگ پایتخت بازیکن سه اختاره نداره اما به هر حال هر بازیکنی اخراج بشه دربی رو از دست میده این خطر برای ساپینتو بیشتر احساس میشه چرا که او یک مربی هیجانی و احتمال داره که در بازی با هوادار کنترل خودش رو از دست بده و در صحنه های خطرناک دوچار مشکل بشه از این رو گویا بیژن تاهری سرپرست استقلال موظف شده بیشتر از همیشه حواسش به سرمربی پرتغالی استقلال باشه و او رو کنترل کنه قرض دوباره پرسپولیس برای طلب رادوشویچ باشگاه پرسپولیس در حال حاضر موفق شده دو قسط از چهار قصد طلب 850 هزار یورویی بوجیدار رادوشویچ رو به موقع پرداخت کنه تا خطری در زمینه این موضوع این تیم رو تهدید نکنه و عدم صدور مجوز حرفه‌ای متوجه این باشگاه نباشه اما واقعیت امر اینه که باشگاه پرسپولیس 250 هزار یورو قصد اول و 200 هزار یورو قصد دوم رو از راه درآمدزایی پرداخت نکرده بلکه قرض کرده و باید اون رو برگردونه. فراموش شدن مقدمات حضور بانوان در استادیوم ها حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان از فراهم شدن مقدمات حضور بانوان در استادیوم ها خبر داده و گفته بنابر دستور رئیس جمهوری موظف هستیم از زمان بلیت فروشی فراهمسازی وسایل نقلیه برای جابجایی بانوان پارکینگ ها هدایت اونها به محل استقرار نظافت سرویس های بهداشتی آماده سازی نمازخانه ها بوفه ها و نیروهای انتظامی با تاکید بر حفظ شانیت اونها با دقت بررسی شود معاون استقلال درستانی بازگشت دوباره بعد از برکناری علی فتح الله زاده از مدیریت باشگاه استقلال و تغییرات در بدنی مدیریتی این باشگاه طبق شنیده ها قراره در بخش معاونین و سایر کمیته ها و قسمت های مختلف هم طی روزهای آینده تغییراتی اعمال بشه بر همین اساس یکی از معاونان باشگاه استقلال که در زمان مدیریت آجرلو با این باشگاه همکاری میکرد به احتمال زیاد طی روزهای آینده دوباره به فعالیت مشغول بشه